قوم برگزیده رو اینها گفتم گسترش دادن و کشیدن به مباحث ژنتیکی گفتن تمام یهودیان حاصل ازدواج و آدم و حوا هستند و غیر یهودیان یا حاصل نعوذ بالله نعوذ بالله پناه بر خدا پناه بر خدا حاصل زنای شیطان با حوا یا آدم با جنیه به نام لیلیس بودند 130 سال شیطان آدم و حوا را از هم جدا کرد تو این مدت این اتفاق افتاد در سریال سوپرنشنال همین اتفاق رو میاد رقم میزن. اون لیلیت که اونجا میگه منظور لیلیسه پس همه یهودیان حلال زاده هستند و خدا به غیر حرام به غیر حلال پیامبری نمیدهد به حرام زادگان نمیرسد به زنازادگان نمیرسد حال این زنازادگی چند جور مطرح کردن یا این زنازادگی کلی یعنی فرزندان شیطان و لیلیس دو زنازادگی قبیلگی که فلان قبیله کلا زنازادن پناه بر خدا و هنگامی که خدا شهرهای وادی را هلاک کرد خدا ابراهیم را به یاد آورد و لوط را از آن انقلاب بیرون آورد چون آن شهرهایی را که لوط در آن ساکن بود واژگون ساخت گفتیم سنت الهی بر این بود که وقتی می‌خواست عذاب بفرستیم او خوبار میگفت برید بیرون یه یه جایی باشه که آسیب نرسه به لوط و اطرافیانش که اون دو تا دخترش بودن اینجا میگه میگه اینها هم جنس بازی نکردند گفت برید بیرون از شهر خارج بشید و از سوغر برآمد و با دو دختر خود در کوه ساکن شد زیرا که ترسید در سوغر بماند پس با دو دختر خود در مغاره سکنا گرفت مغاره اون قار رفت یه قاری قایم شد و دختر بزرگ به کوچک گفت پدر کلا پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که بر حسب عادت کل جهان به ما درآید گفت خدا که زد همه مردا رو کشت مرد دیگه هم نیستش بیا تا پدر خود را شراب بنوشانیم و با او هم شویم تا نسلی از پدر خود نگاه داریم پس در همان شب پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر بزرگ آمده با پدر خیش هم خواب شد و او از خوابیدن و برخواستن وی آگاه نشد و واقع شد که روز دیگر بزرگ به کوچک گفت اینا خوباشون بودن که همجنس بازی نکردن فهمیدی چی شد دیگه ببین چه جوری داره زیرا به دینو میزنه میگه اگه همجنس بازی نکنی لاغر این کار بجاشن بعد خودش طرفو بیاین قرار بدی بین زنای نعوذ بالله با پدر و هم جنس بازی چه بسا بخواد وزن گناه تعیین بکنه بگه هم جنس بازی بهتره هر دو غلط ها خب یعنی خیلی غیر مستقیم کار شیطان رو تایید کرد همونا هم اشتباه کردن کار می‌خواستی بکنی و واقع شد که روز دیگر بزرگ به کوچک گفت اینک دوش با پدر همخواب شدم متوجه نشد امشب نیز او را شراب بنوشه و تو بیا با هم خواب شو تا نسلی از پدر خود نگاه داریم پناه بر خدا به خدا قسم عصبم خورد میشه اینا رو میخونم که پیامبران الهی مزخرفات نسبت داده بشه آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر کوچک هم خواب وی شد و او از خوابیدن و از برخواستن وی آگاه نشد پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند و بزرگ پسری زایده او را موآب نام نهاد و او تا به امروز پدر موآبیان است دیدید اینجا زیراب یک قبیله رو زد و کوچک نیز پسری بزاد و او را اب ابن امون نام نهاد و تا به حال پدر بنی امون است خدمت شما عرض بکنم این هم باز یک مزخرف دیگری اصلا جالبه وقتی خدمت شما عرض کنم این که میگه همون که میگه پسری بزاد و او را ابن امون نام نهاد غلطه ابن امون پس یه امونی باید باشه که این پسرش باشه دیگه این تحریف اینجا به لحاظ زبان شناسی میزنه بیرون یه جایی حضرت امیرالمومنین میگه شیطان خودش از گوشه چشم و گوشه دهان و زبان نشون میده یعنی هر کاری طرف آدم شیطان صفت بخواد بکنه تو کلامش و کلامی که نوشداری بشه و یا توی نگاهش خودش نشون میده هر چقدر هم بخواد فیلم بازی کنه اینجا کد دو تا بسیار اساسی روانشناسی حضرت امیر داده این مد نظرتون باشه خب با این با این تفسیر فاتحه همه چی خونده شد با این تفسیر مسیحی ها باید فاتحه دینشون رو بخونن حضرت عیسی رو باید ببوسن بذارن کنار تمام شد رفت چرا به خاطر این حالا نکته اینجا عرض کنم این تابلویی که یک پیرمردی با یک کوزه شراب هست دو تا دختر عشق کنندم کنارشن که اینو برداشتن این تابلو رو کشیدن به تمام موزه های دنیا فرستادن و یک نفر راهنما گذاشتن پا تابلو وایس توضیح بده و سکس عرفانی از دل این بیرون کشیدند و بعدها آقای اوشو کتاب هایی که نوشت در ادامه همین مسیر بود وقتی من میگم بیا آقا برجک جریانو بزنیم اینه شما درگیر خودت کردی با چهار تا بچه اون پایین سکس عارفانه رو گذارش همین سهیونیستان این همون دو دختر لوت و اینم مثلا نعوذ بالله حضرت لوت و اون جامم جام شراب و اون کوزه کوزه شرابه همه جا بردن پخش کردن این تفکر نحس و نجس و سهیونیستی و شیطانی رو بردن آورد حالا نتیجه چی میشه در, صفر سفر تکوین پیدایش باب 19 از آیه 31 تا 38 ثابت میکنه خاندان بنی معاب و بنی امون از زنای پدر با دخترش به وجود اومدن که براتون تو خوندم ماجره حضرت لوتو میگه در انجیل موجود همین هم انجیلی که همین الان داریم انجیل متا باب اول آیه 5 هم ثابت میکنه که راوت از خاندان راوت یا روت از خاندان معابه پس او میشه چی؟ نوزو بالله از نسل زنا و راوت مادر ابید است و عبید پدر بزرگ حضرت داوود است پس حضرت داوود هم چی؟ بله و حضرت داوود پدر حضرت سلیمان است پس حضرت سلیمان هم بله نعوذ بالله او هم از اولاد زنا تلقی میشه چون پسر ایشان روح به عام هم جد اعلای مادری حضرت ایساس او هم از صلب زنا تلقی میشه یعنی اینکه راوت از اولاد موابه که در خود کتاب راوت هم نوشته ها. این براتون بخونم و ایشان از زنان معاب برای خود زن گرفتن که نام یکی عرفه یا عرفه و نام دیگری روت یا راوت بود و در آنجا قریب به ده سال توقف نموندن خب این خود انجیل داره میگه نعوذ بالله اگر عهد رو نپذیری که خراب کردی تو باید عهد رو بپذیری اگر بپذیری زبان من لال حضرت مریم حضرت داوود حضرت سلیمان حضرت عیسی مر... همه میشن از منی معاب میشن و اون هم که بله انجیل متا باب اول آیه هفت دلالت داره حضرت عیسی از اولاد روح به است و در سفر ملوک ملو 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 پادشاهان پادشاهان اول باب 14 آیه بیست و دلالت داره مادر روح به از خاندان نعوذ بالله ولد و زنای امونیه و روح به ابن سلیمان در یهودا سلطنت میکرد و روح به چون پادشاه شد 41 یک ساله بود و در اورشلیم شهری که خداوند از تمام اسبات اسرائیل برگزید تا اسم خود را در آن بگذارد 17 سال پادشاهی کرد و اسم مادرش نعمه امونیه بود و طبق دلالت سری آیه 3 از باب از صفر تصنیع تورات خاندان بنی امون داخل بهشت نمی‌شوند. حرامزادهی داخل جماعت خداوند نشود، حتی تا پشت دهم ده اهدی از او داخل جماعت خداوند نشود. امونی و موآبی داخل جماعت خداوند نشود. نتیجه این که حضرت عیسی داخل جماعت بهشت و خداوند نشود. حال چگونه عیسی می‌خواهد ادعی را داخل جماعت خدا کند؟ ها؟ پیغمبر که رسم این آینه خوندم آیهشون بود بابا بی آب 23 آیه 2 بود خب اینا هدفمند بوده اینا میدانستن عیسای اینجاست خیلی حواسشون جمع بود میدانستن کدام این همه قبیله چرا ریزی را به این دو رو زدن خب ببینید این بحث قوم برگزیده حتی پیامبران الهی رو هم هدف قرار داده